ششمین قسمت از گفتگوی خودم با برادرم مصطفی نادری رو شروع میکنیم. حتما در جریان هستید، در برنامه قبلی به اطلاعاتون رسوندیم که مصطفی مدت 12 سال در زندانهای اوین، قزلحصار و گوهردشت بوده که 5 سال از این 12 سال رو در انفرادی به سر برده. مصطفی برای ما در برنامه های گذشته از جریان دستگیری خودش، شکنجه هایی که در مورد خودش و دیگران اعمال شده و انتقالش به زندان انفرادی گوهردشت رو گفت. من از مصطفی خواهش میکنم که ادامه خاطرات خودش رو برای ما شروع کنه تعریف کردن. با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز، من همونجور که گفتم در انفرادی که بودم اون زمان و مثلا تماس می گرفتم با دیوارا، سلولای بغل، نفراتی که در سلولای بغل بودن یا پایین بودن یا از پنجره، این به هر حال یک سری خبرها از مثلا از جاهای دیگه بچه‌های اینکه انتقال پیدا کرده بودن به من می‌دادن که از جمله خبرها این بود که در قزلحصار این داوود رحمانی اومده تابوت و قفس و اینا راه انداخته و شرایط خیلی سخته و هر کاری میتونید پیغام بدادن بچه‌ها که قزلحصار نیای به خاطر اون وضعیتی که هست. بعد این قضیه هم به خاطر این بود که خب به هر حال اینا اول زندان گوهردشت رو شروع کرده بودن برای شکوندن بچه‌ها انفرادی و اینا، که بعد دیده بودن که زندان گوهردشت هم جواب نداره و دیگه شروع کرده بودن به شیوه‌هایی در همونجا زندان خود قزلحصار. میبخشی مصطفی، در این مقطع زمانی که تو داری صحبت چه میکنی، رئیس زندان گوهردشت کی بود؟ رئیس زندان گوهردشت صبحی بود و رئیس زندان قزلحصار داوود رحمانی بود و اوین هم که خود لاجوردی بود. که بعد خب من همینجور که مرس میدادم یک روز به حال مرس زدم و از سلول پایین یک نفر جواب داد به من. خب به حال کسی که نمیشناختیم، اول نه اسم میگفتیم نه به صلاح چیزی نمیگفتیم، ولی همین شروع میکردیم به خبر دادن، خبر گرفتن و چیزا. بعد اینکه من میزدم با همین سلول پایین، خب سلول های بغل و روبرو و اینا خب خیلی معمول، ولی سلول پایین همیشه خالی بود یا کسی جواب نمیداد، اگرم بودن جواب نمیدادن، که بیشتر کسایی بودن که زیر بازجویی بودن یا زیر حکم بودن، کسای اینجور کسا بود که جواب نمیدادن. بعدم کسی که میاد برای اینکه مرس یاد بگیره بعد یه مقداری زمان بمونه اونجا یا یکی بگیره یا همچین چیزی. من شروع کردم، یک روز که داشتم میزدم به دیوار دیدم یکی شروع کرد مرس دادم. خب ما همینجور که گفتم مثلا اعتماد نمی کردیم، حتما باید چیز. بعد دیدم این مرتبا هر 2 ساعت یک ساعت یک بار که زمان و ساعت نداشتم، همینجور تقریبی دارم میگم، میاد و شروع میکنه به زدن سلام به من، حتما جواب بده. بعد هی اینو تکرار طوری شد که نمیدونم ساعت 11-12 شب بود که یا ساعت 1 بود، که زمان بندی زیادن خیلی گذشته بود از زمان شام و اینا که میدادن، مثلا ساعت 7-8 که میدادن گذشته بود، که دیدم که دوباره همون زد و سلام و فلان. من پیش خودم حساب کردم، چون پاسدارا که میرفتن میزدن اینا خب مستمر نبود، میومدن میزد یکی دو بار میزد و اگر جواب نمیدادی بل میکرد میرفت، یعنی چیز نبود که چون وقتی بعد اونجا بشینه وایسته که من دوباره بیاد. بعد این بار من خودم جواب دادم، منم در جواب دادم سلام و اینا. بعد گفتش که آره من خیلی تنها هم، میخوام با یکی صحبت کنم. خب من گفتم خب من اینجا مثلا چون
میدونستم کسی که جدید میاد زیاد نمیتونه سریع بگیره یا زیاد نمیتونه بگه بزنه، بیشتر میگیره و اینا. من به سری سردم، آره من مثلا از قزلحصار اومدم، نمیدونم اینجوری بوده، اروین بودم اینا، بچه ها اونجا الان قزلحصار وضعیتش اینه، هر چی که به صدا چیز بود بهش متوجه. بعد اون شروع، اونم شروع کرد، یکم زمان گذشت شروع کرد چیه گفتن که آره به صلاح از گذشته که مثلا بازجویی بودم، نمیدونم من زیر حکمم، حکمم اعدامه، بعد منتظرم بهم جواب بدن. خب همونجوری که گفتم مثلا خب از زندگی گذشته، از حتی فاز سیاسی، از چیزایی که بود اینا. بعد از دو ماه و نیم سه ماه من خودم یک احساسی داشتم که می دیدم این کلن چیزی که این فرد که در سلول پایینه می زنه یک فرقی گذشتهش و نوع بیانش یک فرقی با سلولای بغل داره. یه روز همینجور در همین داشتم می زدم اینا بهش گفتم که من فکر می کنم تو یه فرقی با بچه های دیگه داری. گفت بعد زد برای من زدش که آخه من یه زنم، یعنی یه خواهری بود که پایین بود، خب ما همیشه با مردا و برادرها مثلا می‌زدیم یا چیز بود اینا، و حال گذشته یک مرد با یک زن خب خیلی فرق میکنه. من اینو از رو احساسی که از زدنش، از چیزایی که میگفت گرفته بودم. بعد من بهش گفتم که خب چم که چطوری حکم وضعیت دینا، و دیگه که به اصطلاح اینو گفت دیگه یه مقداری چیز شد، آره من شوهرم رو اعدام کردم، من حامله بودم و بچه‌م که به دنیا اومده الان بچه‌م رو دادن به مادر بزرگش و به منم گفتن حکم اعدامه و منتظرم اینا. بعد موقعی که من میزدم میخواستم که این بیاد، یعنی تو دو سه ماه با یک نفر ارتباط داشتی که اصلا نمیدونستی زن یا مرده؟ بله، چون که اسم ما نمیگفتیم و خب وقتی هم از یک چیزی، از یک مثلا صحبتی که میکنیم، خب صحبت تو یه چارچوبیه، خب نمیتونی مثلا نمیشد بفهمی که نو از نوع احساسش، بیانش، چیزایی خاطراتی که تعریف میکرد، خب میشد یه چیزایی مثلا من خودم احساس این تغییر رو چیز کردم. بعدم یک همچین چیزی رو بعد از میگم دو ماه نیم سه ماه من چیز کردم فهمیدم، که بعد که بهش گفتم اون به من گفت که من یک زنم بودم، که بعد همینجور که گفت گفتش که آره من شوهرم و اعدام ما رو توی یک خونه دستگیر کردم و من حامله بودم و بعد بچه‌م به دنیا اومد، دادم به مادر بزرگش و منم منتظر حکم دادگاه میرم. که بعد من برای دادم که خب تو خب چیزی از بچه‌ت رو دیدی، مثلا چنان گفتش که من فقط یک لحظه بچه‌م رو دیدم، دیگه بعد از اون ندیدم و الانم فقط تو زندان بچه‌ش رو به دنیا آورده بود. بله بله، زندان بچه‌ش رو به دنیا آورده بود و چیزایی که به صلاح گفتم خب روزتو چطوری سپری میکنی اینا، بودش که من خب روزم رو به صلاح با این چیزایی که خاطراتی که دارم و یا در به صلاح بچه‌م رو در نظر میگیرم که داره بزرگ میشه فلان میشه، و به حال انگیزه های یک مادر، چیزایی که یک مادر. بعد من همینجور که میزدم اینا به دیوار میزدم، خب صبح که مثلا یه خبری بود میخواستم بهش بدم، چون خبرها رو مثلا از روبروی بغل میگرفتیم به این طرف میدادیم یا هر چیزی که بود اینا، خبرش اینا خیلی دیر جواب میداد. ازش پرسیدم که من وقتی که میزنم به دیوار تو خیلی دیر میایی پای چیز و من خودم شک میکنم، چرا؟ چون من میگم که تو رو بردم و پاسدار الان اومده داره جواب میده چون دیر اومده. گفتش که من نمیتونم زود بیام، چرا؟ چون من نمیتونم راه برم، کلا از دو تا پا فلج شدم به خاطر شکنجه‌ای که شدم و به خاطر این تا خودم رو بکشم بیارم پای دیوار، اگه از دیوار دور باشم این مقداری فاصله میاد. که بعد
چند وقتی که میرم بعد از این موضوع بودش که یه روز زدم به دیوار یه جواب ندادیم که برده بودنش برای ادام. یعنی که یک خب این کسایی که می اومدند بعد از اون موضوع من فهمیدم که سلولای پایین که هسته سلولایی هستن که زیر بازجویی هستن و به صلاح اینا میان و میرن به این سال. و اینکه یک بارم من یک همینجور که داشتم مست میدادم یک شخصی اومد و پای مست داره با من و اینا که اول شروع کرد زدن، من نمیتونستم بفهمم چون خیلی قرقاته میزد. بعد من فهمیدم که همین سلول پایین سلول من سلول سمت چپیه، سمتی که سرویس و دستشویی و اینا هست. بعد دیدم هر هی میزنه، هی من میزنم، اونم قاطی میزنه، بعد من نمیتونه بگیره اینا. خب از هواکش اونجا یک هواکشی داشت، از هواکش بچه ها صحبت میکردن، حتی بیشتر مرس میدادن، ولی خب کسی که بلد نبود از هواکش بهش میگفتیم. به سلول بغل بود، سلولایی بود که سمت به صلاح اون برامدگی که گفتم سرویس و دستشوی اینا بود، اون یک محوظه بود که همه لوله ها از اونجا رد می شد. اونجا صدا صحبت که می کردی دم خود هواکشه بالا می رد، صحبت می کردی صدا رو می شنید طرف پایینی یا بغلی. که دیدم من بهش رفتم دم هواکش، بهش گفتم که بیا دم هواکش سوراخ بالای سرویس. بعد دیدم اومد اینا، بعد گفتش که سلام کرد و اینا، گفت از کجا اومدی، من از کجا اومدی اینا، گفت من زیر بازجویی ام به صدا اومدم من اینجا اینا و خیلی دوست داشتم تماس بگیرم ولی بلد نیستم مرس خوب اینا. بعد بهش گفتم که به صدا از کجا اومدی چجوری اینا اومدی. اول چون میدونستم سمت خوب طرف بیشتر اعتماد میکنم، من یه زمینه از خودم بگم بعد از اون سوال. من خودم گفتم از قدرسا من تنبیهی اومدم همین برنامه چیز گفتم اینا. بعد اون گفتش که آره ما 6 نفر بودیم، ما توی یه خونه بودیم، من از اون دیگه خبر ندارم و منو برای اینی که یک کسی پرورده داشتم که قبلا دستگیر شده بوده منو آوردن اینجا. بعد هم من فهمیدم همین خونه های امن که میگن مثلا این تو اون خونه ها بوده. که بعدم به من همون اول گفتن که اعدامی و فقط برای باجی اینجا آوردن. یعنی اینو دستگیر کرده بودن برده بودن خونه امن. بله بله. شش نفر بودن خب. که اون 5 تا این هیچ اطلاعی ازش نداره، چون گفتش که ما رو بردن، من هیچ اطلاعی از اونا ندارم. منو آوردن اینجا چون یه هم پرونده ای داشتم که قبلا با من کار میکرده به اصطلاح اوران که برای بازجویی اینا توی زندان کرج در حال بازجویی چیز کرج بود که اینایی که جزء کرج بودن اینا رو توی قزلسار توی گوهردشت بازجویی میکردن. بعد به من اینو گفت اینا و بعد یه سری خبر داد اینا، گفتش که به صلاح از کردستان گفت، از بچه ها گفتش که آره یک سری بچه ها کردستان هستن خارج خیلی فعاله و خیلی چیزای جدیدی برای من بود که میگفت اینا، مثلا در رابطه با مثلا فرانسه میگفت، در رابطه با چیز میگفت. بعد که تو همه چیز بود که یه روز به حال اومد و من هر چی صداش کردم دیگه نه جواب ندادم، اومده بودم برده بودنش. ببخشید قبل از اینکه ادامه بدی راجب همین این مدت، مثلا روزای عید شما متوجه می شدیم؟ ما زمانی که ملاقات داشتیم، یعنی ملاقات بود، خب متوجه می شدیم. ملاقاتتون چقدر طول می کشید؟ ملاقات هم مثلا 10 دقیقه 7 دقیقه از پشت شیشه بود و تلفن داشت که بیشتر هم مادر پدر رو می داشتن بیاد ملاقات. که خب ملاقات داشتیم، خب متوجه می شدیم اینا، یا مثلا نمیدونم از روی هوا خب متوجه می شدیم. ولی بیشتر میگم که روی یک سری چیزا بود که ما متوجه می شدیم. خب الان مثلا عیده، الان بهاره، خب مثلا زمستون و تابستون اینا، خب روی گرم و سرما
اینا آدم متوجه میشدیم. مثلا تو ملاقاتی که تو میرفتی میتونی یکی از ملاقاتات رو مثلا توضیح بدی؟ ملاقاتی که من میرفتم بیشتر میگم مادر پدرم بودم که میومدن اینا و چون محدودیت هم داشتیم، همین سلام علیکو نمیدونم حالت خوبه حالم خوبه و اینا، بعدم من میپرسیدم مثلا فلانی فلانی چطوره اینا، بعدم اون مثلا از وضع جسمی من میپرسید نمیدونم چیزی لازم نداری که ما بتونیم بدیم تو فلان اینا همینقدر. یعنی اصلا شما لباس مخصوص داشتین یا با لباس شخصی فردیتون میرفتین؟ ما اونجا گوهردش همون لباس شخصی خودمون بود که بیرون داده بودن، چون لباس خودم که مثلا موقع دستگیری بود که کلا پاره شده بود زیر بازوی اینا، اکثر بچه ها مثلا حتی پتو رو از بیرون میگرفتن برای زندانی از خانواده میگرفتن، بیشتر مسائل زندان چیز رو از بیرون از خود خانواده حل و فصل میکردن. که به هر حال این مثلا خب خانواده ها هم خب خیلی مشکل داشتن برای ملاقات، می اومدن وای می سازن. مثلا مادرت اینا تو از مشکلات اومدن ملاقات چیزی برای تو نمی گفتن؟ مشکلات مثلا خب خیلی وقتا می اومدن ملاقات نمی دادن، خب خانواده ها نگران می شدن وقتی ملاقات نمی دادن چون مثلا یه خبری، یا مثلا می اومدن نوبت دیر میدادن نمیدونم. هر چند وقت یه دفعه ملاقات میدادن؟ به طور معمولش هر ماه یه بار بود، ولی تو این وسط ها قطع و وصل میشد، یعنی به هر حال بستگی به سیاست خود زندان داشت. مثلا همینجور گفتم مثلا این قطع و وصل کردنشون هم به خاطر این بود که چون به صورت یک نواخ میشد، خب به هر حال یک ریلی طی میشد اینا، ولی قطع و وصل شدنش فشار رو خانواده میومد که خود این فشار باز انتقال بدن روی زندانی که چیه مثلا خانواده فشار بیاره که مثلا یه دنبال زندگی تو اینجور صحبت تو این محیط های محدود مثل مثلا همین زندان و گوهردشت، رابطه خانواده ها با هم چطوری بود؟ خانواده های خود زندانی ها به حال یک زمان طولانی به حال یک سری آدم ها اینا همیشه با هم می اومدن چون یک درد مشترک داشتن خود خانواده های زندانی، اینا خیلی به هم دیگه چسب می شدن طوری که کاملا به اصطلاح یک خانواده می شدن در واقع. یعنی من وقتی که بعدها مثلا از خانواده من مثلا می گفت آره مادر فلانی یا مادر مثلا دیگه همه چیه بیشتر هم با هم رفت و آمد داشتن، کسایی که مثلا از شهرستان می اومدن، شهرستان ها شمال می اومدن، خب خونه ما خود کرج بود مثلا می اومدن خونه ما، یا مثلا به هر حال هر کمکی که دست خانواده ها برای همدیگه در اومد به خاطر همون نقطه مشترک، درد مشترک اینا چیه به همدیگه می رسیدن. ببخشید به انتهای وقت برنامه‌مون رسیدیم، اگر ممکنه من ازت خواهش میکنم ادامه این بحث رو تو برنامه آینده که با هم خواهیم داشت حتما پی بگیری و برامون بیشتر توضیح بدی. با تشکر از شما دوستان عزیزی که وقت گذاشتین و برنامه ما رو دیدید، از شما دعوت میکنم که به قسمت بعدی برنامه‌مون توجه کنید. متشکرم.